سلام دوستان، به کانال ذهن خلاق شاد خوش اومدید. در این ویدیو میخواهیم با هم دیگه 7 نوشیدنی رو برای سلامتی قلب و عروق بدن بررسی کنیم. شماره 1 آب نارگیل میباشه. آب نارگیل از نارگیل های سبز جوان به دست میاد و اغلب به عنوان نوشیدنی ورزشی طبیعی شناخته میشه. برای همین حاوی الکترولیت هایی مانند پتاسیم، منیزیم، کلسیم و سدیمه که مایعات از دست رفته در طول فعالیت بدنی رو جبران میکنه. همچنین نسبت به سایر نوشیدنی ها کالری کمتری داره. بنابراین اگه به دنبال نوشیدنی بدون شکر یا مواد افزودنی هستید، آب نارگیل انتخاب خوبی است. اما آب نارگیل چه ارتباطی با سلامت قلب داره؟ مطالعات ثابت کرده که آب نارگیل برای تثبیت قند خون، محافظت در برابر استرس اکسیداتیو و کنترل فشار خون بالا مفیده. علاوه بر این، محققان دریافتند که آب نارگیل حتی مؤثرتر از آب معمولی است که در جلوی از شکستن سنگ‌های کلیه و خارج شدن کریستال‌های اون قبل از تبدیل شدن به مشکل سنگ کلیه عمل می‌کنه. به هر صورت اگه به آب نارگیل تازه دسترسی ندارید، هنگام خرید برچسب بطری‌ها رو بررسی کنید و از آب نارگیل‌های حاوی‌های شکر اضافه شده خودداری کنید. شماره 2 کورلا جوس، آبی تلخ مزه به نام کورلا که در دنیای غرب رایج نمی باشه. بیشتر در آسیا، آفریقا و کارائیب مصرف میشه و در طب سنتی چین مصرف بسیاری داره. این گیاه از ترکیب گیاه رتیل ملودیدا که نوعی کدو خربزه شناخته میشه و از آب آن برای مقاصد پزشکی استفاده میشه. ویتامین C که برای محافظت از رگ‌های خونی در برابر پارگی رگ‌ها حیاتی است، در این نوشیدنی بسیار یافت میشه. در واقع برخی از متخصصین قلب ویتامین C رو به عنوان یکی از مهمترین مواد مغذی برای پیشگیری از بیماری‌های قلبی معرفی می‌کنند. در حالی که تحقیقات کدو تلخ انجام نشده، اما یک مطالعه 30 روزه روی حیوانات نشان داد که تغذیه موش‌های دیابتی با این عصاره به طور قابل توجهی باعث کاهش قند خونشون شد. قند خون بالا باعث دیابت نوع 2 میشه و میتونه به رگ‌های خونی در قلب آسیب برسونه و منجر به تجمع پلاکت ها در شریان ها و احتمالاً حمله قلبی بشه. بنابراین در حالی که تحقیقات هنوز در مراحل اولیه است، اما آب کدو تلخ به عنوان یک نوشیدنی عالی برای سلامت قلب نوید بخش می باشد. نوشیدنی شماره 3 قهوه می باشه. قهوه سرشار از ترکیباتی مانند پولوفنیل هاست که نیمی از اثرات محافظتی از جمله محافظت و ترمیم پوشش قلب و رگ‌های خونی رو در بر می‌گیره. در واقع طبق مجله اروپایی تغذیه بالینی، قهوه در میان 13 منبع اصلی پولوفنیدها قرار داره. یکی از مهمترین پولوفنیدها اسید کلوروژنیک به دلیل خواص ضد التهابی و ضد سرطانیش معروفه و اعتقاد بر اینه که برای پیشگیری از دیابت نوع 2، چاقی، بیماری آلزایمر و پارکینسون، همچنین برای سکته مغزی و آسیب عروق خونی فواید بسیاری داره. اما ممکنه برخی از افراد با مصرف کافئین و قهوه مشکل داشته باشند. از این جهت نوع بدون کافئین رو میتوان انتخاب کرد. مطالعه ثابت کرده که تعدادی از فواید سلامتی قهوه در گزینه‌های بدون کافئین نیز وجود داره. قهوه خالص بنوشید و از افزودن شکر و خامه خودداری کنید، چون این محصولات افزودنی خواص قهوه رو خونسا میکنه. نوشیدنی شماره 4 کورلاس، نوعی جلبرگ تکسلولی آب شیرینه که فواید زیادی برای سلامتی داره و به عنوان مولتی ویتامین طبیعی شناخته شده، زیرا سرشار از ویتامین C و ویتامین B12 است. همچنین دارای آهن، کلسیم و 9 اسید آمینه ضروری مانند بتاکاتورین، لیکوپین، لوتنئین، منیزیم، روی، مس، پتاسیم و اسید فولیکه. علاوه بر این، کورلا به دلیل توانایی اون در کمک به سمزدایی فلزات سنگین به بدن و به دلیل ارتباط نزدیک بین فلزات سنگین و آرتروسکلروز یا تجمع پلاکت در شریان ها مورد توجه قرار گرفته. کورلا یک مکمل منحصر به فرد برای عروق قلب می باشد. مطالعات همچنین نشان داده که کورلا سیستم ایمنی رو تقویت می کنه. همچنین مصرف این نوشیدنی فشار خون سالم رو افزایش میده و کنترل قند خون رو بهبود میبخشه. همچنین بسیاری از فواید دیگر آن برای عضوهایی همچون چشم، کبد، روده بسیار مفیده.
به همین دلیل نوشیدنی کورولا یک نوشیدنی فوق‌العاده و یک مکمل طبیعی است. اگرچه طعم اون چندان عالی نیست، اما برای سلامتی بسیار مفیده. می توان کپسول یا پودر کورولا رو در یک قاشق چای خوری رو با آب یا اسموتی مخلوط کرده و میل کنید. پنجمین نوشیدنی آب اناره. آب انار به خاطر طعم ترشش معروفه. مطالعات ثابت کرده که مصرف منظم آب انار عوامل خطر مرتبط با بیماری های قلب عروقی رو کاهش میده. این شامل بهبود سلامت شریان ها و تحقیقات کنترل قند خونه که نشون میده آنتی اکسیدهای قوی پولیفنول موجود در انار با کاهش التهاب و بهبود جریان خون به عضله قلب مسئول این اثرات مفید هستند. نوشیدنی ششم شراب می باشه. شراب قرمز به دلیل فواید قلب و خون به خوبی شناخته شده است و مصرف متوسط شراب قرمز خطر ابتلا به بیماری های قلب عروقی رو کاهش میده. شراب حاوی پولیفنول ها و آنتی اکسیدان هایی است که از کلسترول سالم حمایت میکنه و تأثیر مستقیمی بر سلامت قلب عروق داره. پولیفنول های شراب قرمز سطح قند خون ناشتا را بهبود میبخشند. همچنین شراب سفید هم حاوی پولیفنول های سالمه، اما شراب قرمز حاوی مقدار بیشتری است. برای همینه که شراب قرمز اغلب به عنوان گزینه سالمتری شناخته شده و با این حال مهمه که به یاد داشته باشیم مصرف بیش از حد الکل میتونه منجر به مشکلات مختلفی در کبد و کلیه بشه. از این رو یک یا دو نوشیدنی در روز مناسبه. سعی کنید یک شراب ارگانیک با کیفیت انتخاب کنید. و آخرین نوشیدنی آب چغندره. مطالعات نشان داده که نوشیدن آب چغندر میتونه بر سلامت قلب معجزه بکنه که تحقیقات هم ثابت کرده مصرف روزانه 250 میلی لیتر آب چغندر به مدت 4 هفته با کاهش سطح فشارخون سیستولیک و دیاستولیک در افراد مبتلا به فشارخون بالا مرتبطه. نیترات های موجود در چغندر پس از مصرف به اکسید نیتریت تبدیل میشن که باعث شل شدن و انعطاف پذیری عروق میشه و به ثبات فشار خون و جلوگیری از آسیب های شریان ها کمک میکنه. مطالعه دیگری ثابت کرده که نوشیدن آب چغندر باعث بهبود خون در مغز میشه و آب چغندر به جلوگیری از زوال عقل و سایر بیماری های دیگر کمک میکنه. علاوه بر این پتاسیم موجود در چغندر به محافظت از اعصاب و عملکرد ماهیچه‌های سالم و همچنین نشان داده شده که از کبد و کلسترول هم تقویت میکنه. دوستان شما تشکر میکنیم که تا پایان این ویدیو با ما بودید. لطفاً این ویدیو رو لایک کنید، اونو با دیگران به اشتراک بگذارید و همینطور از دیگر ویدیوهای کانال ما هم دیدن بکنید و خوشحال میشیم که کامنت ها و نظریات خودتون رو در رابطه با این نوشیدنی ها و یا نوشیدنی های مفیدی که میشناسید در پایین این ویدیو برامون بنویسید. همینطور فراموش نکنید گزینه زنگوله رو فعال اولین کسی باشید که ویدیوهای ما رو دریافت تماشا میکنید. امیدواریم که همیشه شاد و سلامت باشید.